سر از نمی دقه سر از نمی آله ساجیا طلاق 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 ما گفتم که در فیسبوک طلاقت میکنم مگم تا که زنده استی من آیا بخشمت بخاطر من نبودم که بر تو چیکار این دای عزیز سلام امیدوار هستم هر کجایی که هستین جور به صحت من باشین من ولی محمدی هستم و شما بیننده چینل وی ام تی وی هستید دوستان عزیز این برنامه را اختصاص دادیم به مشکلی که برای خانم ساجیا کامرانی پیش آمده و همچنان توطئه هایی که آقای شفیعیار زنچو برای خانم ها می سازه که از جمله آریانا سعید و خود خانم ساجیا کامرانی را می تانیم مثال ببریم. به هر صورت دوستان عزیز اول سر موضوع خانم ساجیا کامرانی صحبت می کنیم که برای اینا پیش آمده. ببینید دوستان عزیز همین آقای که آمد چند وقت پیش و ویدیو منتشر کرد که دعای ازی را کرد که من شوهر خانم ساجیا کامرانی هستم و خانم ساجیا کامرانی به من خیانت کرده. دوستان عزیز ما از اول از این موضوع ثبوت نداریم که آیا اینا واقعا شوهر قانونی اینا بودن یا نه، ولی خانم ساجیا کامرانی این موضوع را رد کرد، گفت که من با این آقا یک مدت در رابطه بودم ولی ای که رابطه از اینا از چی قرار بود هنوز معلوم نیست. ولی این میتونه باشه که یک رابطه، هر انسان معروف سلبریتی ضرورت به یک رابطه داره، چی زن باشه چی مرد باشه، و اتفاق میتونه افتیده باشه. خانم ساجیا کامرانی یک خانم مجرد است، شوهر اینا فوت کرده و این موضوع میتونه باشه. ولی چیزی که ما در ویدیو دیدیم همین آقایی که ادعا کرد که خانم ساجیا کامرانی به اینا خیانت کردن، شما دیدین که با زبان خودش اقرار کرد که من مواد مخدر استفاده میکنم، درگ، و کسایی که درگ استفاده میکنن مواد مخدر، البته مواد های مخدر زیادی داریم که ما میتونیم به ساده ترین و طبیعی ترین از اونا اشاره بکنیم که در بین جوان ها بسیار مروج است، که همین چرس که ما با اونا چرس ماریوانا و این اسما را میبریم. ببینید دوستان عزیز چرس میتونه که مغز انسان را کاملا از بین ببره و به اختشاشات مغزی به وجود بیاره و یک انسان به هذیان گفتن وادار بسازه، و کسایی که از مواد مخدر به نام چرس استفاده میکنه اینا همیشه هذیان میگه و استوری های از خود جور میکنن، فانتزی های از خود جور میکنن که اینا در واقعیت وجود ندارن و میتونن که فقط فانتزی و تصویرسازی باشد در ذهن خودش، که برای او شخص میتونه اینا واقعا یک چیزی باشه که قابل باور و اطمینان باشه، ولی برای شخصی که از این چیزها استفاده نکرده و میتونه چنین اشخاصی را شناسایی بکنه، یک چیز طبیعی است که چنین اشخاص دچار چنین بیماری ها میشن. و دراگ های دیگه است از جمله مثلا همین کوکائین که اینا هم اختشاشات مغزی به وجود میارن، شکاک میشه انسان و به هر چیز شک میکنه، چیزی که اصلا وجود نداره، و از MDMA این می رقم خاصیت داره، و همچنان مواد مخدر به نام LSD که اگر کسی مصرف کنه برای چند سال بیخی به یک سفر میبره که در جهان هستی میتونه که فقط جسمشان باشه، روح روان و فکر و اندیشش به یک جهان دیگه میره. بنابراین این شخص میتونه که مواد مخدری را استفاده کرده باشه که او میتونه هروئین باشه. هروئین دوستان عزیز یک کلمه یونانی است که به معنای قهرمان است. هرو به معنای قهرمان است و اشخاصی که از این مواد استفاده میکنه برای اولین بار، و همچنین LSD و MDMA کوکائین، و اگر اینا معلومات درستی نداشته باشن میتونن اینا منجر به اختشاشات مغزی شوند و شکاک بودن و همچنان استوری ساختن در مغز خود، تصویرسازی، و ذهن اینا رو برای همیشه نابود بسازن. اینا میتونن دراز مدت و کوتاه مدت باشن. به هر صورت شخصی که ما در ویدیو دیدیم، شما متوجه شدین که اینا مواد استفاده کرده بود و چهرهشان به کسایی میموند که مواد استفاده میکنن و به زبان خود گفت که من مواد مخدر استفاده میکنم،
پس به این نتیجه میرسیم که این میتونست یک استوری باشه که در مغز خود ساخته و چنین شکاکی های برایش پیش آمده باشه. ولی عکسی که ما از خانم سجیه کامرانی دیدیم فوتوشاپ شده بود که همراه پسرش عکس گرفته شده بود و برای اونمو عکس یک شخص دیگه را رویش فوتوشاپ کرده بود سر چهره از او که یک چیز بسیار طبیعی است. امروز در قرن 21 زندگی میکنه بسیار آسان میتونه آدم این کار را بکنه. بر صورت این شخص میتونه است که از تکلیف‌های روانی رنج برده باشه و ببره که این گپ ها را زد و میتونه این موضوع هم واقعیت داشته باشه. آدم نمیتونه واقعا، ولی چیزی که ما در ویدیو دیدیم واقعا انسان هایی که از مواد مخدر استفاده میکنن همیشه این مواد مخدر باعث شدن که زندگی های زن و شوهر از بین ببرن و شکای را به وجود بیارن که نا متاسفانه از همدیگه به خاطر این شکا جدا بشن. مهم سر موضوع آقای شفیع یار، خانم سجیه کامرانی گفت که یک چینل را نام می بود که گویا اونا عکس اینا را فوتوشاپ کرده، ولی من میتونم به جرات براتون بگویم خانم کامرانی این کار آقای شفیع یار است، به خاطر که شفیع عیار همراه شما یک مشکل کلان داره و شفیع عیار که است یک شخص منافق است که همیشه از چنین اتفاقات سوء استفاده میکنه. برای بدنامی شما آریانا و هر خانم دیگه که همیشه زن ستیزی میکنه و یک شخص زنچوی دزد ماهر یا پروفیشنل کان آرتیست دزد است. بنابراین به این نتیجه میرسیم که این کلش توطیه های آقای شفیع عیار بود، قسمی که در برنامهش گفته بود که من از شما عکس هایی را دارم که اگر مجبورم کنین نشر میکنم. پس پشت تمام این موضوعات دست آقای شفیع یار زنچو هسته که همیشه خانم ستیزی میکنه. و دوستان عزیز، شما که این برنامه رو میبینین شاید در ذهنتون این بگرده که این شخصی را که میبینین من ولی محمدی یک شخصی هستم که سن سالم کم است و من باید به اشخاص مثل آقای شفیع یار زنچو احترام بگذارم. درست است، من به شما حق میدم، ولی شخصی که برای ضد منافع ملی کشورتان کار میکنه پس شما هم احترام بگذارید. برید به طالب احترام بگذارید، برید به گلبدین احترام بگذارید، برید به مجاهلین احترام بگذارید که شما رو تباه و برباد ساخته، از کشورتان بیگانه شدین، رفتین در کشورهای اروپایی و آمریکایی پناهنده شدین و آنجا از کشور نیاکانتان متاسفانه بی بهره ماندین و برای همیشه مهاجر شدین و نسل آینده تان مهاجر میمونن. پس به این نتیجه میرسیم که آقای شفیع عیار اگر یک آتیست روشنگرا است به این معنا نیست که اینا واقعا روشنگرا باشه. کسی که بر ضد منافع ملی کشور کار میکنه او میتونه آتیست باشه، او میتونه اسلامگرای مسلمان افراطی باشه که همیشه افراد میکنه، ملا باشه، یک آتیست باشه یا هر چیز دیگه. پس لطفاً به این فکر نکنین که شفیع عیار بر ضد ملا هاست و شفیع عیار میتونه یک آدم درست باشه. یک شخص آتیست میتونه شخص بد باشه، یک شخص آتیست میتونه بهترین انسان باشه و یک مسلمان واقعی میتونه بهترین انسان باشه و یک مسلمان افراطی میتونه بسیار انسان خراب باشم. پس بالای آقای شفیع عیار اصلا اعتماد نکنین. من ثبوت های دزدی های آقای شفیع عیار را افشا کردم، شما میتونین برین به داخل یوتیوب چینلم و این ویدیو را ببینین و من باز هم برای شما سر اسکرین تلفن یا تلویزیونتان که میبینین مرا باز ثبوت ها را قرار میتونم که قسمی که در اسکرین میبینین آقای شفیع عیار 9 ماه قبل از امروز اومده بود ادعای ازیر کرده بود که من در امریکا کمپانی خانه دارم و من خانه میسازم و من ضرورت به دزدی های که از مردم کمک میگیرم ندارم. ببینید دوستان عزیز، قسمی که در اسکرین دیدین اینا ادعایی هستن که آقای شفیع عیار کرده و سند کمپانی آقای شفیع عیار اکسپایر شده یا تاریخش گذشته که از سال 2017 به ایسو اینا دیگه کار نمیکنن، ولی 9 ماه قبل آمد گفت که من اینی خانه هایی را که شما میبینین من ساختم. بنابراین آقای شفیع عیار هیچ کمپانی خانه در امریکا نداره و اگر داره لطف کنه بیایه و به بیندایش نشان بده که اینا واقعا دزد نیستن و از کسایی که به نام
سازمان آب پول جمع میکنه و به نام مؤسسه خیریه ای پیسه ها را دزدی نمیکنه و این پولی را که او جمع میکنه باور کنین دوستان عزیز که کلشان در جیب خودشان میره و همچنان از شرایط فعلی که در افغانستان پیش آمده، شرایط امی که طالبان میایه و میخواه که حکومت بگیره به دست خودشان، اینمی آقای شفیعیار سوء استفاده میکنه و اشخاصی را دور برش جمع کرده که میگه که ما حکومت فدرالی میخواهیم که خوشبختانه این اتفاق هیچ وقت نمیفته و ما افغان ها خون ما یکی است و هیچ وقت به چنین چیزی اعتقاد نداریم و اگر چنین اتفاقی بیفته افغانستان تکه و پارچه میشه. و شفیعیار چی بگم دوستان، شفیعیار در این قسمت هیچ کاری کرده نمیتونه. شفیعیار تمام قصدش دزدی و غارت است که از جیب مردم پول میزنه به جیب خودشان و هیچ وقت به افغانستان رفته نمیتونه و هیچ کاری کرده نمیتونه. بنابراین دوستان عزیز هوشیار باشین که به این شخص دزد لوچک، زنستیز، دزد ماهر کمک نکنین، برای از اینکه تمام این پیسه ها میره در جیب خودش و اضافهش هم میفرسته به اون اشخاصی که همین طایفه مجاهلینی که بازمانده های مجاهلین که ماندن و میخواین که افغانستان را باز به یک قبرستان مبدل بسازه. لطف کنین به چنین اشخاصی کمک نکنین. پیسه هایی که پیش شفیع عیار جمع میشن، باور کنین دوستان عزیز، اگر اصلا نخواهید که شفیع عیار این پیسه ها را مستقیم دزدی بکنه، این میتونه با این پیسه ها یک تجارت کلان در امریکا جور کنه که از این پیسه ها سود ببره. یعنی وقتی که این پولی را که شما به شفیع عیار میفرستین، اینو اگر در بانک خود بگذاره و میتونه سود این پیسه ها را بگیره و اگر در امریکا چنین قانونی نباشه، میتونه این پیسه ها را سرمایه گذاری بکنه به یک کمپانی، به یک هر چیز دیگه، یک جای را در یک جای به تجارت پرته. بنابراین این پیسه ها را نکنین به این شخص روان. این یک شخص دزد منافق رزیل است که این پیسه ها را شما دیدین که از طریق جنرال میای لوچک دزد چاره بشرعی این پیسه ها را به افغانستان روان میکنه و یک قسمتش به جنرال میا روان میکنه که هم لوچک خوش بسازه و هم دان مردم چوب بسازه که من کمک میکنم به مردم. ببینید دوستان عزیز، یک جمله هست به نام بگیرش که نگیرد. آقای شفیعیار امروز دقیقا همی کار میکنه که میگیرد تا نگیرش، ولی اشخاص مثل ما را نمیتونن بگیرن. آقای شفیعیار ادعا داره که سجیه کامرانی دزدی میکنه و فلان و فلان دزدی میکنه، در صورتی که خودش یک دزد ماهر است و این گپا را به خاطر میزنه که دان مردم چوب بسازه که من یک دزدگیر هستم، دزدار میگیرم، در صورتی که خودش یک دزد ماهر سیاسی است که گرگ در پوست برمه میشینه، از مردم پول جمع میکنه به نام مؤسسه خیریه، به نام سازمان آب. و شما این ویدیو را ببینید دوستان عزیز که این رئیس سازمان آب افغانستان است. ببینید دوستان عزیز. بوجی سلیکان ماست، پیروزی از آن ماست، شوق اساکر قهرمان ماست. دیدین دوستان عزیز، این رئیس سازمان آب در افغانستان است. شما دیگه خودتان فکر کنین، بلیاز خدا، این شخص همیشه میه قومگرایی میکنه، اقوام افغان بر علیه همدیگه برای جنگ تحریک میکنه و دزدی میکنه، غارت میکنه. پس دوستان عزیز، لطفا نگوین که به احترامی میشه، فلان میشه، بستان میشه. اگر ما به یک شخص دزد ماهر، یک شخص زنستیز، زنچو، بسیار ببخشید دوستان عزیز که من کلمه زنچو رو برای آقای شفیعیار به کار میبرم، به خاطر از اینکه اینا همیشه خانما رو میکوبه، زنستیزی میکنه و بالای خانما برنامه میگیره. اینمی خانم آریانا سعید، شما میبینین که اینمی خانم در افغانستان سرمایه گذاری کرده، یک استادیوم فوتبال ساخته برای دختر خانما که اینا رو روش بده، در چنین شرایطی که طالبا در راه است و میخواهد که حکومت بگیره و ضرورت بایست که ما از حکومت خود دفاع بکنیم. و این شفیعیار برای افغانستان چی کرده؟ خانم آریانا سعید در افغانستان
برای دختر خانم ها یک استادیوم فوتبال ساخته. شفیع عیار فقط از جیب افغانایی که خارج از افغانستان است دزدی میکنه و در افغانستان برای مجاهلین کمک میکنه و برای کسایی که قومگرایی میکنه و پشتون ستیزی، هزاره ستیزی، تاجیک و ازبک ستیزی میکنه، از هر طایفه‌ای که باشه کمکشان میکنه که همیشه چنین اتفاقا در افغانستان بیفته و اونا منافع شخصی خود در نظر میگیره که از مردم به نام این آن کمک بگیرن. پس از آریان و سعید ما یک خیری را دیدیم که یک استادیوم فوتبال برای ما شما، برای دخترای ما شما ساختن. آقای شفیع عیار چی کرده؟ فقط دزدی، 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 قومگرایی، نجات پرستی و مجاهلین کمک میکنه و همچنان اتفاقای دیگه. بنابراین دوستان خوب من، گاهی از وقتی که آدم گپ میزنه گپ از پیشش میره، موضوعاتی را که در نظر گرفته باشه یادش میره. مهمترین گپ من این است که آقای شفیع عیار زنچو یک دزد ماهر، کان آرتیست یا پروفیشنال دزد است که ما و شما نباید بالای اینا باور بکنیم و برایشون پول روان بکنیم. از طریق اونا بس نام هر چیزی که جمع میکنه، به نام سازمان آب یا هر چیز دیگه، اونا فقط در جیب خود میزنه و یک قسمت از این پول میفرسته به اشخاص مثل جنرال میا که فکر کنین دیگه شما چه شناختی از جنرال میا دارین، خودتان میفهمین. بچین این اشخاص روان میکنن که اونا میرن یک ویدیو نمایشی میگیره که ما به افغانستان کمک کردیم به نیازمندان. بنابراین دوستان خوب من، شما میتونین قبل از اینکه دو دشنام در کامنت نوشته کنین، نسل جوان، مخصوصا منظورم نسل جوان است، کمک فکر کنین. از برای خدا شما از طالب بدتان میه، از مجاهل بدتان میه، از گلبدین و دگه و دگه، از تروریست ها بدتان میه، ولی یک تروریستی که آتیست است و خود مسلمان میگه و همیشه اسلام ستیزی میکنه. من منظورم ملاهای افراطی نیستن که اینا به ضد منافع ملی کشور کار میکنن، منظورم همین اشخاص مثل مولایی حیات الدین بود که یک چتیاتگویی میکرد و یک درآمدی از اونمو چتیاتگویی داشت و برای فرزندانش کار میکرد. او قسم اشخاص به قتل میرسانه. پس گول از ایره نخورین که یک آتیست نمیتونه آدم بد باشه. بنابراین دوستان خوب من، شفیع عیار که هست یک دزد ماهر است و اونمو موضوع بگیرش که نگیرید است، خانم سجیه کامران میگیره که خودش یک کسی نگیره. بنابراین نکنین، لطف کنین به می آقای شفیع عیار زنچو کمک نکنین دیگه. چی بگویم، شب روزتان خوش، خدا نگهدار شما. فیندون بنست بوجی سلیکان ماست، پیروزی از آن ماست، شوق از ساکر قهرمان ماست.